بتو از قولا خدا ايوبه اسم مولا امير المؤمنين مولا امير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وقال عليه السلام أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان وأعجز منه من ذيع من ذفر به منهم مستهزرت كبحث ما وشما در کلمات قصار نهج البلاغه هست دوازدهمین کلمه قصاری که امروز محضر شما هستیم در ارتباط با دوستان و رفقا هست در ابتدا این را محضر شما ترجمه بکنم حضرت چی میفرماید میفرماید اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان ضعیفترین انسان ها عاجزترین مردم اون انسان است که نتواند برای خودش رفیق پیدا بکند حضرت اینجوری فرمودند بعد در ادامه میفرماید و اعجز منه من ذیع من ظفر بهی منهم ولی عاجزتر از گروه اول اون گروهی است که دوستان را دارند ولی با رفتار ناشایست خود دوستان خود را از دست میدهند چیزی که اینجا نشان میدهد این دستور حضرت خب به اعتقاد و باور ما و شما امام علی علیه السلام امام معصوم هست و فرمایش معصوم در حقیقت برگشتی به فرمایش و اراده خدای متعال دارد اسلام با توجه به اینکه دین جامعه هست برای تمام ابعاد زندگی ما و شما برنامه دارند درست است که روی توکل تأکید شده است درست است که ما به شما باید متکی به خدای سبحان باشیم ولی اسلام نگفته که شما ابعاد دیگر زندگی را با توجه به اینکه عالم عالم اسباب هست مسئله دوستان و رفقا را نمیشه در زندگی چکار بکنیم نادیده بگیریم لذا میبینید که در این جهت حضرت با عبارت سره روی این جهت تأکید میکند ببینید رفقا در زندگی بسیار از امور و کمالات چی هست؟ اکتسابیه ممکنه بعضی چیزها برای ما و شما چی باشه؟ ذاتی باشه از روزی که متولد میشویم، با ولادت بعض کمالات و خوبی ها رو ممکن انسان داشته باشه ولی بسیار از چیزها رو باید با سعی و با همت و با تلاش خود در زندگی چکار بکنیم به دست بیاریم کسی که جاهل هست می عالم بشود عالم شدن و آگاهی نیازمندی به تلاش شبانه روزی هست کسی که فقیر هست سنت خدا بر این هست اگر میخواهد فقر خود را برطرف بکند باید با برنامه ریزی چیکار بکند تلاش بکند و کسی که میخواهد در زندگی خود دوستانی داشته باشد رفقایی داشته باشد این هم نیازمند چی هست برنامه ریزی هست پس ببینید همان طوری که به دست آوردن مال نیازمند دقت هست رفقا هم همین جوری هست ولی نکته ای که حضرت اینجا فرمودن حتما این سوال در ذهن شما مطرح می شود که چرا حضرت فرمود این آدم ها آجیز هست سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم اعجز الناس من عجز عن اقتصاب الاخوان آجسترین انسان ها اون انسان های هستند اون سنف و گروه هستند که نتواند برای خود کار بکنند رفیق کسب بکنند چرا اینها ها هستند برای اینکه معمولا بسیار از کارها نیازمند چی هست صرف کردن پول هست و اونه زیاد میخواد اما به دست آوردن دوستان خوب با یک رفتار شایسته با برخورد خوب ممکن است انسان در زندگی خود رفقای خوبی داشته باشد این رو من در راه همین حالا که می آمدم فکر میکردم این روزا ما طلبه ها پایان نامه و تحقیق پایانی و این چیزها می نویسیم اصلا خود همین باب دوستیابی یا رفاقت البته از منظر آیات و روایات می تونه چی باشه؟ چیزهای بسیار ارزشمندی خودش کتاب باشه حتی نسبت به عالم آخرت شما ببینید در قرآن کریم جهنمیان میگن که ما جهنمی هستیم چون دوست خوب اینجا نداریم البته دوستی که والا مقام باشه با شخصیت باشه که بیتونه در عالم آخرت دست کسی را بگیره و شفاعت بکنه مستحضر یکی از راه های نجات در عالم آخرت چی هست؟ شفاعت هست والا صدیق حمیم قرآن کریم شما مراجعه بکنید در روایات ما و شما روی این جهت بسیار تأکید شده روی خود همین مسئله دوستیابی شرایط دوستی خوب و اینکه دوستی خوب را چجوری باید نگه داشت لذا حضرت میفرماید که اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان عاجزترین مردم اون انسان است که از کسب کردن و پیدا کردن دوست در زندگی خود چی باشه عاجز باشه ولی بدتر از اون حضرت میفرماید و اعجز منه من ذیع من ظفر به منهم دوست خوب داره ولی بالاخره ممکنه باب احترامی و یا خدایی کرده تقصیراتی که مرتکب بشود دوستان را آدم چیکار بکنن از دست بدهند دو نکته بسیار مهم هست در زندگی ها بسیار ممکنه خدا دادی دوستانی خوبی داشته باشند لذا در روایات تاکید شده که حتی حق و حقوق را آدم نسبت به رفقان با چیکار بکنه مراعات بکنه معنای رفاقت دوستی این نیست که آدم چیکار بکنه جا چون رفیق هست مثلا احترام نکنیم چون رفیق هست حقوقش را چیکار بکنیم نادیده بگیریم رفقای اتاق ما و شما باشن هم مباحث باشن عرض کنم هم کلاس باشن هر چی باشن از این جهت حق و حقوق بر هم داریم این حق و حقوق آداب رو اگر در نظر بگیریم هم مودت پایداره، و هم عرض کنم در زندگی مشکلاتی کمتر داریم به این جهت که حضرت عرض کنم البته لسان لسان توبیخه هر دو فقرا اولا میفرمایند کسی که نتواند برای خود دوست پیدا بکند آدم آجیزه ضعیفه ضعف بده بالاخره از اون ضعیفتر اون انسانی است که دوستانی در زندگی دارند ولی به خاطر به شخصیتی و بدرفتاری خودش ممکنه دوستانش را در زندگی چیکار بکنن از دست بدهند در هر صورت این خودش یک نکته ای هست البته ما انسانها ها خود شما اگر تاریخ را هم ببینیم یک جور نیست یعنی انسان ها همانطور که صورت های ظاهری ما و شما فرق دارند قدرت ها و استعداد های درونی افراد همیشه یکسان نیستن معمولا بیا علیهم السلام تأکیدی که دارن اینه که ما و شما در زندگی باید چی باشیم؟ مسلکی باشیم اصطلاح مسلکی آجاقا چیه؟ معنای مسلکی اینه که این که ما گفتیم باید حتما برای ما دوست پیدا بکنیم معنایش نیست که آدم با هر قیمتش کار بکنه برای خودش رفیق و دوست پیدا بکنه شما ببینید الگوی ما و شما صاحب این جمله حضرت امیر علیه السلام هست مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم دوست داشت و همچی هم چی؟ دشمن قبول دارید یا نه؟ هم جاذبه داشتن و هم چی؟ دافعه آدمی که در زندگی هدف من هست آدمی که در زندگی میخواد در یک خط باشه خب امکان نداره همگی از اون راضی باشه شما ببینید کسی که بالاخره مسلکی باشه همون بزرگترین انسان های دنیا بدترین دشمنان را هم داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بدترین دشمنان را داشتن قبول دارید یا نه همچنانی که بهترین دوستان را هم دارند. امام علی علیه السلام هم همینجوری جوری بودن بقیه پیغمبران اولیا هم همینجوری جوری بودن شما امام حسین را تصور بکنید دوستان امام حسین چقدر فداکار و با هستند از اون طرف دشمنان امام حسین علیه السلام چه مقدار آدم های لعین و به رحم و قسی هستند. لذا ارز کنم این جهات را یعنی این روایت امثال این روایت را باید با این الگوها تفسیر بکنیم درست سالم در زندگی باید خوش برخورد باشه در زندگی باید در صدد چی باشیم رفقای را پیدا بکنیم ولی معنایش نیست که با هر قیمتی، هر منکری خدای کرده، با هر جور انسانی یا هر کار ناشایست اگر کس انجام داد آدم نهی از منکرم نکنه بین اعتبار که بالاخره رفیقش رو از دست ندهن معنایش نیست بحث اینه که اصول زندگی ما و شما این باشه همانطور که ایمه علیه بودن و رسول خدا بودن زندگی بر اساس معیار جذب و دفع هر دو باشه آدم هم باید جاذبه داشته باشه البته بر اساس اراده خدای سبحان و هم باید آجاقا چی باشه؟ دافع داشته باشه گرچه این کار کار راحتی نیست بعضیها ها خدادادی بسیار خوش اخلاقه بعضیها ها خدادادی ممکنه تون باشه افراد متفاوته ولی بالاخره راه همینه که اولیای خدا و حضرت امیر علیه السلام و بقیه ایمه معصومین علیه السلام بیان کردن از نظر قدرت جاذبه رسول خدا و ایمه در خط اول بودن در این هیچ شک نیست شما مقایسه بکنید در حالات ابن سینا این را نوشتن شاید این داستان شما شنیدید ابن سینا یک شاگرد داره شاگرد ابن سینا بسیار به ابن سینا علاقمند بود شما ببینید ابن سینا آدم ساده ای نبود قبول دارید یا نه ابن سینا را با کی مقایسه میکنن با ارسطو و افلاطون امثال بالاخره در تاریخ بشر اگر شما معصومین انبیا را کسر بکنید چند نفر استثنایی داریم مثل افلاطون و ارسطو و در جهان اسلام مثل فارابی و ابن سینا قبول دارید یا نه پس ابن سینا از نظر قدرت عقلی از نظر شخصیتی کاملا فوق العاده بود این شاگردی داشت عرض کنم و این شاگردش با استادش خیلی علاقه من بود یک شب هر دو در حجره خوابیده بودن شاگرد به استادش گفت یعنی شاگرد ابن سینا به ابن سینا گفت گفت شما اگر ادعای پیغمبری بکنی مردم از شما قبول میکنن ایمان میارن فکر میکنن شما راستی پیغمبر خدا هستید. خب با توجه به آثاری که داشت میگن ابن سینا در 18 سالگی همه علوم زمانی خود را تمام کرد مثلا حافظ قرآن بود فلسفه، کلام، طب هرچه علم در اون زمان بودن در تمام عرصه ها این مرد صاحب نظر بودن یعنی امروزه هم در الهیات همین بحث های دینی مستحضرت ابن سینا حرف برای گفتن دارد ضرورت نبوت، ضرورت امامت خصوصا بحث ضرورت نبوت را شما الهیات شفا را مراجع بکنید در الهیات شفا راجع به ضرورت نبوت و وجود انبیا ابن سرین استدلال را داره میخواستم عرض بکنم آدم بسیار جامع و نابغه ای بود شاگرد گفت استاد شما اگر ادعای پیغمبری بکنی مردم از شما قبول میکنن گفت نه امکان ندارن حرف نزنید گفت نه من شک ندارم که اگر شما ادعای پیغمبری بکنی مردم به ابن سینا ایمان میآورند میگن بله شما رسول خدا هستی گفت بسیار خوب من برای شما ثابت می کنم احتمالا این یک مقدار اضافه بر قصه هست. وقت هوا سرد باشه خواب آدم چیه سنگین معمولا دیگه بالاخره شب زمستان بود و عرض کنم این دو دیگه من اضافه می کنم شرایط شرایط خاصی بود خب استاد و شاگرد در یک اتاق خوابیدند نزدیکای نصف شب بود ابن سینا به شاگردش تکان داد گفت من تشنه هستم برای من آب بدهید این گفت استاد خیلی خواب من را غلبه کرده شما من کار نگیرید بگذارید من بخوابم یک مقدار این چند بار گفت آب بدهید آب نداد برایش تا اینکه وقتی از آن صبح شد همین که معزین الله اکبر گفت هر دویشون بلند شدن نماز خواندن بعد از نماز ابن سینا گفت ببین شما که شاگرد من هستی و بیشتر از همه من را میشناسی این مقدار فضل من را اعتقاد داری من نصف شب شما را خواستم از خواب بیدار بکنم برای من آب بدهی حاضر نشدی ولی شما ببین قدرت جاذبه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ایمان مردم بر رسول خدا چه مقدار هستند که میلیون ها انسان با گفتن الله اکبر بلند میشن و نماز صبح را میخوانند یعنی این چی هست همون قدرت جاذبه پیغمبران الهی هستن این رو میخواستم عرض کنم افراد با هم خیلی تفاوت دارن البته همین رسول خدا بدترین دشمنان را هم داشتن کسانی بودن که اگر می توانستن هر مقدار از دستشون می آمدند، در حق رسول خدا چیکار میکردن انجام میدادن امام علی هم همین جوری بودن امام علی علیه السلام رفقایی دارن دوستان آشنایانی دارن که شما ببینید کس میسمه سمیتمار کسان دیگری اینها رو زبانشون می چوب بردار می کردن، ولی دست از علی بر نمی داشتن. ولی دشمنان هم دارد مثل معاویه عین همین را بقیه ای امامان هستند. نکته ای که اینجا هست و باز در شرح همین بعض شارعی هم تأکید کردن یک از کارکردهای مهم رفقا در زندگی انسان در حالات مشکلات ممکنه برای آدم هر انسانی نازمندی به درد دل داره در بعض حالات خاص لذا یک رفیق خوبی که واقعا هم عاقل باشه و هم حرف شما رو بیشنوند و بتونی با او در شرایط خاص درد دل بکنی خودش بهترین سرمایه هست آدم اگر میلیاردرم باشه این بعد را جز با انسان دیگر و با رفیق دیگر نمیشه تأمین کرد این رو میخواستم ارز کنم پس ببینید دستورات اسلام چی مقدار جامعه نگفت ما و شما فقط عبادت بکنیم نفرمودن که فقط چی دنبال رزق بریم همه ابعاد زندگی رو کنم یکی از ابعاد زندگی ما و شما داشتن دوستان خوب و رفقای خوب هست که اینجا حضرت تأکید میکند که باید به دنبال این کار بود یک از بخشه های استعداد ما و شما همین باشه که رفقا و دوستان خوب را در زندگی هم کسب بکنیم و دست بیاریم و هم بعد از بدست آوردن اونها را از خود دور نکنی خود همین نهج البلاغه را البته ما و شما اگر ببینیم راجع به این جهت بحث های بسیار زیادی داره خود حضرت امیر علیه السلام در یک جای بعضی از رفقایش را در جنگ صفین اینها از دست دادن روی منبر اونها را یاد میکنن. که من رفقای کذایی داشتم و اینها را شکار کردم از دست دادم بحث های مفصل روی این جهت هست من نمیخوام خدمت شما درد سر بدهم باز از خود حضرت امیر علیه السلام نقل شدن که حسد و صدیق من سقمل موده معنایش چی هست رفقا؟ اگر رفیق شما نسبت به نعمتی برای شما حسد میورزد حضرت فرمود این دلیل بر این که مودت و دوستیش نسبت به شما صد درصد نیست اینها نشانه هایش هستند لذا گفتن که از دوستانی که احمق باشد انتخاب نکنید علتش چه هست؟ برای اینکه با آدم چه هست در زندگی ضربه میزنه افکارش، رفتارش، مشوردهایش بالاخره این انسان ها با همچه تأثیر و تأثیر دارند، در کنار آدم اگر یک رفیق خوب باشه بسیار رفقا تأثیر گذاره در موفقیت ها در تمام عرصه های زندگی ولی خدا نکنه حتی ما و شما در همین زندگی تحصیلی و طلبگی رفقای بد داشته باشیم آدم کم کم بد عقیده میشه خدای نکرده ممکن از نظر درسی افت بکنه هزار آفتی یکی از بدترین آفت هایی که ممکن است رفقا در همین دوران تحصیل ما و شما رو بگیره خود بحث چی هست تنبلی هست این جدی عرض میکنم خدمت شما خود تنبلی بسیار برای یک جوان چه خطرناکه چیزی بدتر از تنبلی ما و شما نداریم این که آدم سوس باشه وقتش را مدیریت نکنه از زمانش نتونه خوب استفاده بکنه رفیق خوب اینجا دست آدم شما ببینید بالاخره آدم رفیق داره مقایسه میکنه میبینه ماشاءالله رفیقش چه مقدار حفظ قرآن کرده روزانه چند تا درس شرکت میکنن برنامه های عبادتش چجوری هست تلاوت قرآنش چجوری هست حرم رفتنش شجوری هست ارتباطش با پدر و مادر و دوستانش جوری هست سله رحیم و امثال اینها کل اینها در زندگی چه الهام بخش ها یعنی خیلی از بزرگانی که در زندگی هم موفق بودن روی همین جهت بسیار تأکید کرده شما زندگی خود مرحوم شهید متحری رو بخوانید استاد متحری در زندگی از یکی از رفقایش که هر دو هم به رحمت خدا رفتن خیلی هم یاد میکند و رحمت خدا بر هر دو ببینید هیچ انسانی به تنهایی آجاقا کامل نیست این نمیشه شک کرد ما و شما ابعاد مختلف داریم انسان خوب نمونه اون هست که در تمام ابعاد تا حدود دادم چی باشه موفق باشه اگر ما و شما رفقا بهترین عالم باشیم از نظر علمی ولی خدا اینه کرده از نظر تقوا ضعف داشته باشیم ضعف های اساسی خصوصا فایده این نداره میلنگیم چیزهای زیاد کم داریم تقوا داشته باشیم ولی از نظر علمی ضعیف باشیم باز به درد نمیخوره این شخص ممکن خودش نجات بدهند ولی هیچ وقت نمیتونه منشه هدایت باشه کسی که میخواهد هادی باشه شرط اصلیش اینه که داشتن چی هست علم بدون علم که نمیشه آدم ارز کنم خط قرمزها رو تعیین بکنه خط های گمراه رو بشناسه مردم رو هدایت بکنه لذا کنم خدمت شما اینا همگی میشه از یک یاد گرفت رفیق خوب آدم را از بسیار از گناهان دور نگه میداره به وقته آدم برکت میدهند برنامه ریزه های زندگی بهتر میشه خیلی زیاد بیش از حد تاثیر داره و روی این جهت من خواهش میکنم که تک تک ما و شما چی باشیم دقیق باشیم با هر کسی آدم رفت آمد بکنه در اختیار هر کس آدم وقتش بگذاره شما گاهی با یک کس یک ساعت می نشینید ممکنه خیلی استفاده بکنید ولی با یک دیگر آدم یک ساعت می نشینه یک سر حرفه های پوج یا خدایی نکرده حتی منفی می بینید کسان اینجوری بودن حالا چون همه ما و شما طلبه هستیم بودن از همین رفقا طلبه های جوان احیانا رفقای بد پیدا کردن از همون اول طلبه که سلب توفیق شدن هی hey, بد بینو عرض کنم خدمت شما یک سر راجب حوزه و علما و چه حرفه های بد و ولی شما ببینید اگر یک رفیق خوب در زندگی داشته باشیم از جهات مختلف تأثیر دار رفقا از نظر علمی از نظر دینی از نظر اقتصادی هر بخشی که شما در نظر بگیرید رفیق برای آدم الهام بخشه بسیار تأثیر گذاره این جمله حضرت را من انتهای باز محضر شما تأکید میکنم که فرمود عجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان عاجزترین انسان ها اون گروهی هست اون صنف از انسان‌ها هست که نتواند برای خودش چی رفیق به دست بیاورد از اون بدتر و اعجز منه من ضیع من ظفر به منه عاجزتر از گروه اول بدتر از گروه اول اون گروهی است که رفقای خوب دارند ولی کار میکند که رفقای خوب را هم از دست بدهند چجوری آدم از دست میدهند با بدرفتاری لذا نمیدانم خدمت شما اینجا گفتم یا نه سابقنم یعنی حالا در این کلمات قصار هست یا جای دیگر که حضرت میفرماید عرض کنم خدمت با سعادت شما راجع به خود همین کسب رفقا و نشانه های رفقای خوب و مذرات رفقا عرض کردم خدمت شما چی در قرآن و چی در روایات روی این جهت ما و شما بحث های بسیار مفصل داریم اصلا نشانه رفقای خوب دوستان خوب راه های حفظ رفقا با چه کسان رفاقت بکنیم با چه کسانی نکنیم اجمالا محضر شما عرض کردم اگر خواستید شما نهج البلاغه خودش بعضها نوشتن که نهج البلاغه موضوعی مثلا شما در خود همین موضوع رفاقت وقتی این کتاب را ببینید کل فرمایشات حضرت را راجع به رفیق و دوست اونجا جمع آوری کرده میشه عرض کنم در مجموع بحث بسیار خوبی در این جهت استفاده کرد در هر صورت مهمترین نکته ای که میشه از اینجا استفاده کرد همون جامعیت نهج البلاغه و جامعیت دین اسلام هست که برای تمامی ابعاد زندگی ما و شما نسخه دارن نفرمود تنها عبادت بکنید نفرمود تنها علم کسب بکنید در کنار اینها روی این نقطه هم حضرت چیکار کار دارن تأکید دارن امیدوارم که خدای سبحان به تک تک ما و شما توفیق بدهد که در زندگی خود بر اساس دستورات و آموزه های امام علی علیه السلام رفتار و حرکت بکنیم یک بار دیگر من خواهش میکنم شما حتما کلمات قصار را حفظ بکنید و قال علیه السلام اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر بهی منهم دوازده تا کلمه را تا هنوز با رفقا خواندیم که من باز تأکید میکنم اگر میتوانید این کلمات قصار را حتما حفظ بکنید پروردگار تو را با آبروی محمد و آل محمد در این ساعت و در این روز گناهان همه ما را تا این ساعت ببخش و بیامرز تو را با آبروی محمد و آل محمد عاقبت همه ما را امر عاقبت بخ... امر همه ما را ختم به خیر بفرما تو را با محمد و آل محمد ارهام و والدین این جمع و والدین همه ای ما را ببخش و بیامرز تو را با محمد و آل محمد در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما دعاهای خاصه ای آن حضرت را شامل حال همه ای ما بفرما علی امام من است منم قلام هزار جان گرامی فدای نام